Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah. Ama ba'd ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Harikulade çar çiz است و آن چیزی است که بر خلاف عادت مردم می آید. مانند این که در هوا می پرد و یا بر بالای آب راه می رود. یکم، آیت برای انبیا بسیار می باشد و معجزه گفته نمی شود. چرا که در قرآن این آمد است و از معجزه گاهی بعضی مردم عاجز می آید و برای غیر انبیا می شود و یگان کس ادعای آیت برای موت پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده نمی تواند. دوم کرامت، کرامت برای اولیای رحمان می باشد و آن کسانی هستند که بین ایمان و تقوا جمع آوردند و مثال کرامت آن چیزی که به اصحاب کهف رخ داده شده بود. سوم معجزه یا فتنه، معجزه یا فتنه برای اولیای شیطان می باشد و دانستن حال شخص آن را می دانیم نه ایمان دارد و نه تقوا و مثل معجزه اون چیزی که از دجال واقع می شود. چهارم فضیحت، رسوایی، فضیحت و رسوایی هر کسی که بر الله دروغ بندد الله او را در دنیا پیش از آخرت رسوا می کند و مثل فضیحت آن چیزی که از مسیلمه کذاب حاصل شد، در چشم بیمار نفس کرد پس وعی خور شد. یکم، دعوت رسول الله راه پیروان رسول الله صلی الله علیه وسلم است، راه رسولان و پیروانشان است. دوم، آگاهیدن بر اخلاص، زیرا بسیاری مردم اگرچه به سوی حق هم دعوت کند پس او به سوی خودش دعوت میکند. سوم، بصیرت از جمله فرایض است، دعوت فرض است پس این داشتن آیدی دعوت فرض است. چهارم، از دلیل های حسن توحید پاک شماریدن الله تعالی از مانند بودن و مخلوقات است. پنجم، البته از زشتی شرک مانند کردن الله به خلق است و یک توپرست الله را از نقصان ها پاک می شمارد. ششم، و آن از مهمترین مسئله هاست، دوری مسلمان از مشرکان تا از جمله آنها نگردد و اگرچه شرک هم نآورد، چرا که اگر در بین آنان باشد و اگرچه مشرک نباشد پس او در ظاهرش از جمله آنهاست. هفتم، توحید اولین واجب است. هشتم، این که پیش از همه چیز به توحید ابتدا کرده می شود حتی پیش از نماز هم. نهم، معنای او را یگانه بپرستند، یعنی معنای گواهی لا اله الا الله است. دهم، گاه انسان از اهل کتاب است و آن را نمی داند، آیا آن را می داند و به آن عمل نمی کند. یازدهم، تنبیه کردن به این که به تدریج تعلیم دادن. دوازدهم، به چیزی مهمتر پس مهمتر ابتدا کردن، اول توحید، سپس نماز، سپس زکات. سیزدهم، مستحق های زکات هشت گروه هند. چهاردهم، کشف عالم شبهه را از تعلیم گرنده با تعلیم دادن و جهل را از او دور کردن. پانزدهم، از گرفتن بهترین مالها منع کردن. شانزدهم، از دعای مظلوم خود را نگه داشتن. هفدهم، خبر دادن به این که دعای مظلوم رد نمی شود پس بین ترغیب و بیم دادن جمع آورد. هجدهم، از دلیل های توحید آن چیزی است که بر بهترین رسولان و بهترین اولیا رخ داد، یعنی مشقت، گشنگی و وبا می باشد، از قصه خیبر برداشت کرده می شود. نوزدهم، قول پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمودند هر آینه پرچم را می دهم تا آخری حدیث، نشانه از نشانه های پیامبری است. بیستم، فیف کردن در چشمانش نیز از نشانه های پیامبری است. سیکم، فضیلت حضرت علی رضی الله عنه، این از فضیلت های امیر مؤمنین رضی الله عنه است. بیستدوم، فضل صحابه در آشفته شدنشان در این شب و مشغول شدنشان از بشارت فتح خیبر. سوم، ایمان به تقدیر برای به دست آوردن آن برای شخصی که به آن سعی نکرد و منع آن از کسانی که سعی کردند. چهارم، ادب در گفتارش و نرمی و او را دستور داد که شتاب نکند. پنجم، پیش از کشتار به سوی اسلام دعوت کردن. ششم، جنگیدن جایز است و کسانی که پیش از این دعوت شدند و جنگیدند. هفتم، به حکمت دعوت کردن از روی گفتش که فرمودند خبر ده آنان را به آن چیزی که واجب است، چرا که او گاه به اسلام عمل میکند و گاه نمیکند پس به او عهد بستن ضرور است تا به سوی کفر نگردد. هشتم، دانستن حق الله در اسلام. 29، ثواب کسی که به دستش یک مرد هدایت یابد.
اینکه آن برای او از همه چیزهایی که در دنیا نیک شماریده می شود بهتر است. سیوم بر فتوا سوگند خوردن. سوگند خوردن بر فتوا لایق نمی باشد مگر برای مصلحت و فایده. دوم تفسیر توحید نو باب دارد. باب اندر تفسیر توحید و شهادت اینکه معبودی بر حق جز الله نیست. وقتی سخن آید توحید گذشت گویا که نفس به سوی بیان چیست این توحیده که برای آن این بابها وجودیت آن و فضیلت آن و تحقیق آن و از ضد آن ترسیدن و به سوی آن دعوت کردن باب گذاری شده است. سر بلند کرد پس این باب جواب گفته می شود و آن تفسیر توحید تا آخرین کتاب است. دلیل اول فرموده الله تعالی که فرمود آنهایی که کافران به خدایی می خوانند آنان خود به درگاه الله وسیله نزدیکی می جویند که کدام از ایشان نزدیکتر باشد تا آخری آیت. به دعا می خوانند یعنی آنهایی که به دعا می خوانند خود آنها به سوی پروردگارشان وسیله می جویند که کدامشان قریبتر است. پس چگونه آنها را به دعا می خوانید و آنها خود محتاج و فقیرند؟ این شرک در دعا است. دلیل دوم الله سبحانه و تعالی فرمود و یاد کن چون وقت ابراهیم به پدرش و قوم خود گفت هر وقت من بیزارم از آن چی شما پرستش میکنید جز آن کسی که مرا بیافرید تا آخری آیت. جز آن کسی که مرا بیافرید بین نهی و اثبات جمع آورد و به جز الله به خاطر دو فایده نگفت. یکم برای بیان سبب یگانه بودن الله سبحانه و تعالی در پرستیدن چرا همین گونه الله در آفریدن یگانه است پس واجب است که تنها پرستیده شود. دوم برای بیان باطل بودن عبادت بودها زیرا که آنها شما را نآفریدند تا آنها را بپرستید. توحید به پرستیدن الله سبحانه و تعالی با همراهی غیرش حاصل نمی شود بلکه ضرور است که آن را خالص برای الله گرداند و در بعض شهرهای اسلامی کسی است که نماز می خواند و زکات می دهد و روزه می گیرد و حج می کند و به وجود این برای قبرها سجده می کند. دلیل سوم و چهارم الله سبحانه و تعالی فرمود آنها دانشمندان و زاهدان خود را به جز الله پروردگار گرفتند تا آخری آیت. و الله سبحانه و تعالی چنین فرمود و از مردم کسانی هستند که غیر از الله همتایان را انتخاب میکنند و آنها را مانند دوست داشتن الله دوست میدارند تا آخری آیت. اخبارهم یعنی دانشمندانشان و برای بسیاری علمش بحر گفته میشود و رهبانهم یعنی عابدانشان. ارباب عالمان را در معصیت الله اطاعت کردند و عابدان را پرستیدند. این شرک اطاعت است. آنها را مانند دوست داشتن الله دوست می‌دارند یعنی همتایان را برابر دوست داشتن الله دوست می‌دارند. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.